این مرد هندوستان را چندین بار فروخت به کانال ما خوش اومدیم همه ما داستان های عجیب و غریبی با محوریت موضوع کلاهبرداری و به اصطلاح کلاق و به جای گنجیشتن کردن و فروختن شنیدیم اما امروز میخوایم داستانی رو برای شما نقل کنیم که بی نهایت تعجب آوره و شاید یکی از عجیبترین کلوبردیره های تاریخ با مضمون گردشگری باشه فروش هند آن هم دوبار به دست یک فرد هندی که یکی از کلوبردیره های عجیب جهانه میتلیش کمار اصوا نام یکی از نابقه های هندیه اما این مرد نه چیزی رو کشف کرده و نه چیزی رو اختراع بلکه حتی نوبوغش نه مثبت بوده و نه به درد بخور این مرد بیش از چندین بار آثار باستانی و تاریخی هندو فروخته و البته نباید فکر کنی که این کار انتای کلا برداری عجیب اون بوده این مرد رو همه به نام آقای لن میشناسند اون در سال 1912 در روسه بیهار هندوستان متولد و بزرگ شد دوران کودکی این فرد مثل هزاران کودک هندی دیگه عادی بوده اون در نزدیکترین شهر به روسا شروع به تحصیل میکنه و همه چی عادی بوده تا اینکه اون یکی از تابستونهای تعطیلش رو برای بازدید از خانواده و دوستانش به روستای محل سکونتش باز میگرده همونطور که میتونید حدس بزنید این تابستون براش تابستون و تعطیلات عادی نبود زیرا توی همین تابستون بود که سرنوشون برای تمام عمرش تغییر کرد تو همین تابستون بود که این جوون هندی با یک جل امضا خیلی کوچیک پی به استعداد بالاش در جل امضا و اسناد برد یکی از همسایگان خانواده کومار از اون برای وارزه یک حواله بانکی در شهر کمک خواست اون همی پیشنهاد و پذیرفت اما زبانی که رفت بانک متوجه شد امضای صاحب اصلی حواله بانکی باید پای برگه باشه یعنی اون باید برای گرفتن امضا دوباره از شهر میرفت روسا و این مسیر براش خیلی طولانی بود به همین خاطر اون کاری رو انجام داد که بعدها مسیر زندگیش را عوض کرد اون تصمیم گرفت امضای همسایه رو که قبلا دیده بود و توی خاطرش بود جل کنه اون بعد از این امضا متوجه شد بدون اینکه که حتی یک خط رو نازکتر و یا حتی زخیمتر بنویسه امضا رو با کیفیت خیلی بالایی حتی بهتر از خود همسایه انجام داده در واقع امضای اون با امضای همسایه مو نمیزد کومار دانشجو رشته وکالت بود و بعد از این اتفاق تونست تا مرد همسایه رو خالی کنه به همین خاطر بود که اون بعد از اتمام درسش در رشته حقوق تصمیم گرفت و روپی های مرد همسایه کار کاسبی را بندازه اون در ابتدا هم گر بورس بود و هم پارچه فروش ولی تو هر دوی این شغلا به شکست خورد اولین باری که کومار به اتهام جل سند و کلاهبرداری توسط پلیس دستگیر شد و رفت زندان زمانی بود که تازه کارش روی بازار بورس شروع شده بود اون یک روز در حال گذر از یک خیابان فرعی بود که چند تون تیراهنو که برای ساختن یک ساختمان بزرگ کنار خیابون گذاشته بودن دید اون به سرعت با درست کردن یک سند جلی و معرفی خودش به عنوان صاحب اونا موفق شد نه تون آهنو که متعلق به یک پروژه دولتی بود به یک خریدار بفروشه کومار توسط دادگاه به تعمال 6 ماه حبس محکوم شد بعد از زندان برای پول در کومار شروع به فروش داروهای غیر مجاز دوپینگ و تناسب اندام به ورزشکارا و هنرپیشا کرد اما زمانی که یکی از این هنرپیشا با استفاده از داروهای تقلبیش مسموم شد به پلیس شکایت کرد و اون دوباره دستگیر شد اما این بار از دست قانون گریخت این بار اون با یک قیافه جدید و یک اسم جلی به اسکای راهن رفت و در آنجا معاملات کوچکی رو انجام داد این معاملات جدید براش پرسود و پرمنفعت بود و کومار با تغییر قیافه از دست پلیس فرار می کرد. دهه 50 و 60 زندگی کومار دوران طلایی اون در حرفه کلاهبرداریه. جواهرات بی‌نظیر، پروژه‌های دولتی، ساعت‌های طلا و غیره و بسیاری از اموال باارزش از جمله های اون بودن. کومار تصمیم گرفت وارد سیاست بشه و خودشو به سیاستمدارا و مردای دولتی نزدیک کنه تا با این کار بتونه کلاهبرداری خیلی بزرگی رو انجام بده. بنابراین کم کم با درست کردن قیافه موجه و معقول برای خودش و ایک اسم جلی خودش رو به مردان دولتی نزدیک کرد کار اون به جایی رسیده بود که امضای رئیس جمهور رو جل می کرد اون بالاخره تصمیم گرفت تا بزرگترین بازی زندگی خودش رو انجام بده اون میخواست یک مکان تاریخی رو به فروش برسونه کومار سابق و نطفار فعلی هر روز با یک قیافه و اسم جدید در اطراف بناهای تاریخی هند پرسه میزد و خودش رو به گردشگران ثروتمند نزدیک میکرد اون با چرب زبونی با اونها در مورد ساختمونهایی که گردشگران برای بازدید ازشون اومده بودن اطلاعات کامل و جامعی میداد و وقتی یه گردشگری ثروتمند رو بسیار مشاق اون بنا میدید بهش میگفت که این ساختمون از طرف دولت به فروش میرسه تا صاحب جدیدش بهتر بهش رسیدگی کنه و ساختمون دیرتر خراب بشه اون به خریدار حتی قول فروش بلیت و درآمدزایی هم میداد مختصر و مفید میگم کومار موفق شد با ارفاش تاج محل رو دو بار به دو گردشگر مختلف بفروشه همچنین این کلاهبردار تونست قصر قلعه سخ رو سه بار به فروش برسونه البته گفته میشه آقای کومار حتی کاخ پارلمان هندوستان رو که خیلی هم تاریخی بود در حالی که 545 نماینده در اون ساختمون در حال بس بر سر مسائل روز دنیا و هندوستان بودن به فروش برسونه گفته میشه که اون هشت فرار بزرگ از زندان مختلف و توی پرونده خودش هم داره شایعات زیادی در مورد مرگ این فرد و دیگر کلاهبرداریاش وجود داره اما محکمترین میگه که کومار در سال 2009 و 13 سال بعد از آخرین فرارش در سن 19 سالگی مرده جالبه بدونید که مردم روسا هیچ وقت از اون بد نمیگن و برعکس اونا رابین هود افسانه میدونن